سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. امشب در برنامه دوستانه خیش یکی از وکیلان موفق و پرتلاش جامعه خود را با خود داریم. وقتی که حرف از شکایت و دادخواست حقوقی باشد، ایشان پر انرژی و صدای قوی برای موکلین خیش است. با چندین شرکت حقوقی کار کرده است از سال 2015 تا حال و فعلا هم در یک از شرکت های معتبر حقوقی در ملبورن کار میکنن و این که در چی بخش از حقوق یا قانون کار میکنن و تخصص دارن بهتر است که از زبان خودش بشنویم. ایشون کسی نیست جز آقای برکت رضایی که خیلی خوش آمدین به جلسه امشب بحث دوستانه ما. و آقای رضایی اگر خودتون رو معرفی کنین برای دوستان و این که در چی بخش از حقوق و در کجا کار میکنین و در چی بخش هایی با دوستان و هموطنان ما میتونین از در بخش حقوق کمک کنن. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستای عزیز، تشکری منم که مرا دعوت کردین در این برنامه. نام از ما برکت رضایی است. ما به من حیث وکیل تقریبا 6 سال میشه کار منم، با چند مموتو که خودم شما گفتین با شرکت های مختلف ما کار کدوم، ولی در 6 ماه آخر میشه من سلیچون گورن همراه سلیچون گورن کار منم. آفیس از ما در دندنانگ است. بخشی ما فقط در یک بخش خاصی کار منم که مدت از اول که پرکتیس شروع کدم بعد همزی بخش کار کدم، بخش ورک کور و ورکرز کامپنسیشن. کسایی که همون که از نامش معلومه، کسایی که اگر سر کار حادثه برایش اتفاق مفته و تا سیستم حقوقی ویکتوریا، کمپنسیشن ویکتوریا، ما میتونم کمک کنم، ریپرزنت کنم و هر بینفیت یا هر کمپنسیشنی و خسارتی که مستحق میشه میتونم دوستان رو باره کمک کنم. تشکر آقای رضایی. فکر کنم دوستان بعد از این بیشتر با شما آشنا شوند. انشالله که اگر نیاز به کمک حقوقی داشتن مراجعه کنن و کمک بگیرن و مخصوصا در جامعه که ما زندگی میکنیم، یک جامعه کلا قانونمدار و به اکثر یعنی خیلی تمام کاراش بر اساس حقوق و قانون پیش میرود. و دوستان آقای رضایی در خدمت شما در شهر ملبورن هست و در شهرهای دیگه هم فکر کنم اینا ایشان یا شرکت حقوقیشون در دفاتر دارن که بعدا میتونین معلومات بگیرین. آقای رضایی فعلا بهتر ما دور بحث ما بیشتر روی وضعیت فعلی افغانستان و ویزای دولت استرالیا معرفی کرده صحبت میکنیم و دوستان سوال پرسیدن که ما خواستیم از شما نظر بگیریم. فعلا چنان که در جریان هستین، افغانستان یک حالت وحشتناک و ترس و خیلی ها از تحت ترس و تعقیب و اینکه جانشون، سلامت ایمنی و خانوادهشون به خطر است، خیلی ها مجبور به ترک از وطن میشوند. خیلی از کشورها مخصوصا و استرالیا یک تعداد یا به تعداد معینی از مهاجرین را قول دادن که بپذیرن یا از افغانستان خارج کنن. استرالیا مخصوصا مثلا گفتن که 3000 نفر را میپذیرن یا قبول میکنن. آیا این حرف حقیقت دارد؟ ما اول از همه اما تو خود شما گفتین حوادث ناگوار افغانستان متاسفانه کل از مورد هفته آخر و 2 هفته آخر خیلی ناراحت کده. در مورد من قبل از اینکه دوباره قوانین مهاجرت استرالیا مختصر اطلاعی که دارم دوباره صحبت کنم، اول از اون من فقط خدمت شما و دوستایی که این برنامه را بعدا میبینن بگیم که ما در بخش همون تو گفتم ما در بخش ایمیگریشن کار نمونم، ادوایس هم من نمونم، فقط ولی قوانین مهاجرت استرالیا رو من از زمانی که والد حقوق شدم، من از 2010 من دنبال کردم و تا جایی که اطلاع دارم فقط این فقط به مشوره حقوقی نیه و فقط تا جایی که اطلاع دارم من اطلاع رسانی مونم. اول من متاسفانه اول میخوایم بگیم که متاسفانه دولت استرالیا او چیزی را که باید او مسئولیت را که مسئولیت جهانیش در قبال مهاجران داره متاسفانه انجام نداده و
خود شما مشاهدین که در مدت 7-8 سال اخیر که دولت لیبرال سر کار آمده، مخصوصا با مهاجر درست رفتار درست نکرده با مهاجر. در این اواخر بعد از حادثه اتفاقای اخیر افغانستان دیدیم که کشور مهاجر دوستی مثل کانادا اولین کشوری بود که 20,000 ویزا را به مهاجرین کسایی که در افغانستان جان شده خطر برای ازن اختصاص داد. متاسفانه انتظار از دولت استرالیا هم انتظار ما رفت که همچین کاری را انجام بده و کانادا را فالو کنه، ولی متاسفانه او روزی که آقای سکات موریسون پریس کانفرنس داشت ما خودم لایو گوش کردم، ما انتظار ما رفت که حداقل اگر 20 نموشد 10 یا 15,000 ویزای جدید مخصوص برای افغانی ها اختصاص بده، مثل که چند سال پیش برای ایزدی های سوریه و عراق اختصاص داد. ولی متاسفانه اولین حرفی آقای سکات موریسون بود که در قانون در سیاست دولت استرالیا در قبول مهاجرین اصلا تغییری نمده. کلن سالانه دولت استرالیا معمولا 13-13,500 مهاجر از زیر ویزای بشر دوستانه قبول مونه. از این ما همون روز که خود آقای سکات موریسون در این باره صحبت کرد که گفته ما 3,000 اختصاص میدیم به افغانیا، ما تقریبا همون لحظه وبسایت ایمیگریشن چک کردم، استاتستیکس یا داتای سالهای گذشته رو من چک کردم، چون این ویزا خیلی مدت دیر میشه، این ویزا هست هر سال معمولا 13,000 مهاجر استرالیا میره. من چک کردم در مابین چند سال گذشته بین کمترین چی 600 بود که فکر کنم پارسال یا پارسال بود، بالاترین چی نزدیک 1800 بود، یعنی همزی از 13,000 ویزا. تا هنوز هم پیش از اینکه دولت 3,000 را به افغانی هم اختصاص بده، اپ تو نزدیک به 18,800 یا 2,000 شی افغانی هست مردمی که افغانستانی سالانه ای ویزا را مستحق می شود. در آخر اگر نیت فیگر شی حساب کنیم، استرالیا 1.5 یا 1,000 بیشتر ویزا را به افغانی ها به مردم مقیم افغانستان اختصاص می دهم، اضافه تر به علاوه که از ویزایی که قبلا مردم میگرفت. این فقط فکر کنم دولت استرالیا یک کاری کرد که چون خیلی پتیشن آسان میشد برای دولت فرستاده میشد، دولت یک کاری کرد که فعلا کم مردم را بگو آینا ما جواب شده داریم، ما شما را 3,000 ویزا اختصاص داریم. در اصل که فکر کنیم 3,000 ویزا نیه، نهایتا 1,500 ویزا. متاسفانه در فیسبوک هم خواسته نخواسته شما کار کسی انتقاد نمونم، در فیسبوک و سوشال میدیای شیر شده، تنها کسی که من دیدم دقیق توضیح داده باشه که دوست عزیزی 3,000 ویزه جدید نیه، ای فقط شامل همزو پروگرام قبلی میشه، در اون پروگرام قبلی افغانی ها ویزه میگرفتی اگه کنیم 2,000. فقط آقای بسم الله رضایی از ادلاید بود که امروز در صفحه فرم خود صفحه خود هم امرو شیر کرده بود، ولی بقیه متاسفانه شیر کرده و چون اطلاع نیه، اطلاع رسانی نموشه، کس ریسرچی جوابانه نمونه شیر شده و یک امید دادیل برای مردم ایجاد شده، مردم فکر مونه های 3,000 ویزین جدیده، ولی متاسفانه در اصل اگر فکر مونه همچین چیزی نیه. تشکر آقای رضایی از معلومات شما. دوستانم هم که آقای رضایی مشاره کرد، بازم تکرار کنم که یک مشوره حقوقی نیست و این یک گفتگوی دوستانه است و یک معلومات است. اگر شما نیاز به مشوره حقوقی دارین، هر کس پروندهشون و شرایطش فرق میکنه، شما باید وکیل یا کسی که در این بخش تخصص دارن ببینین و صحبت کنین. آقای رضایی تشکر که صحبت کردین. فکر میکنین که آیا اعلان یا خبر تازه روی کسایی که یا از همشهری های از ما و شمایی که اینجا زندگی میکنن ویزای دائم دارن برای درخواست همسر درخواستی دادن، روی از اینا تأثیر دارن یا روند بررسی از اینا سریعتر می شوند یا نه، یا حتی کسایی که ویزای 2 ساله 5 ساله ویزای موقتی دارن اینا در چه شرایط قرار می گیرن، اینا میتونن از این اعلان و از این خبر مستفید شوند یا نه، آیا اطلاع داریم؟ تا جایی که من اطلاع دارم خود اسکات موریسون هم چند بار تکرار کرد، درست یه بار صحبت کرد، در سیاست مهاجرتی استرالیا هیچ تغییر نمیده، در پروسس اصلا تغییر نمیده. این ویزا تا جایی که من اطلاع دارم
امی دوستایی که قبلا در 11 تشریف آوردن، من فامیلایی هست که میشناسم، باز مثال میزنم، پروسسش معمولا طولانیه، و 2 سال 3 سال، چون متقاضی 70-80 هزار نفر سالانه، اگه وبسایت خود ایمیگریشن رو چک کنیم فقط 13 هزار ویزا میگیره. پروسسش طولانیه، دو پروسس اصلا تغییر نمیده، تا جایی که دیدم شده دولت خود چند موقع در پروسس تغییر نمیده، باید هم مدارک باشه، باید تست رضای پزشکی خوب بده، باید میتری خوب باید بده. تا جایی که من اطلاع دارم فکر معلوم انتظار فکر نکنم که زیاد تغییر باید در سیاست در زیاد روان چه، شاید سریشون شاید تاثیر داشته باشه، ولی امکان چه خیلی کمه. کسایی که اینجی خود چه اینجی کسایی که مستحق از ایویم زمشا سب کلاس های مختلف، ما نمیخوایم دوباره جزئیات شون چون حوزه کاری از منیه. تا جایی که من اطلاع دارم دوستای مثلا دوستایی که از اندونزی با ویزای دائم قبول شده از طریق یونیچسا در استرالیا آمده، فامیل خو اسپانسر کرده، اونا شامل هم زی ویزا میشه، فامیل چه شامل زی ویزا میشه، خودون چه اون سال که آمده و شامل زی ویزا شده، حالی که برای فامیل خو مثلا ویزا اپلای کرده، بعضی دوستان ما خودی میشناسیم از فامیل نزدیک من، سال 2017 کسی فامیل خو انداخته هم زی ویزای زیر پروگرام فکر کنم اسپیشل هیومانیتیرین پروگرام نامش هست، زیر امزی پروگرام هنوز که 4 سال میشه فامیل چه نمده، در ای آخرم دولت رو مجبور کرده که فامیل خو از کشور دوم که پاکستان یا ایران است روان کنه افغانستان برای ویزای پاسپورت کامپیوتری گرفته، دمی اتفاقای اخیر والد افغانستان بند مانده. ممکنه روی دولت فشار باشه که همچین کسایی رو ویزیش آلدیدی که در جریان است زودتر پروسس کنند، ولی کسایی که از نو میخواه برای درخواست بده فکر نکنم زیاد تغییرات دو پروسس شو باید. یکی از شرایط زیویزا تا جایی که من اطلاع داشتم، اولین شرایط چیه که کسی که اپلای مونه متقاضی باید خارج از افغانستان باشه، یعنی در کشور دیگه به عنوان یک مهاجر ایلیگل ایمیگرنت یا هر رقم دیگه در کشور دوم باشه، کشور ثانی باشه، از افغانستان بیرون شده باشه. یک فکر کنم شرایط اول زیویزا هم هست. بازم تکرارم، ما حوزه کاریم ایمیگریشن نیه، دوستایی که بخوایم میتونم خیلی اطلاعات بیشتر در باره کسب کنه از من با ماگریشن ایجنس یا ایمیگریشن ور صحبت کنه. قانون چیزی استرالیا که هست، وبسایت ایمیگریشن استرالیا خیلی ساده، کسایی که کم به زبان انگلیسی تسلط داشته باشه میتونه خیلی ساده مرجع مستقیم ارجاع کنه در وبسایت استرالیا و اطلاعات را از اون چی کسب کنم. معمولا در فیسبوک اینا خبرات زیادی نقیص پخش میشه، اطلاعات زیادی کم و زیاد میشه، ممکنه کم دقیق چیز یا انفورمیشن اطلاعات منه و کسایی که دنبال از اطلاعات هسته شاید نرسه. دوستایی که پیشنهاد منم، دوستایی که انگلیسیش خوبه مستقیم به سایت ایمیگریشن استرالیا بره و میتونه در ای باره اطلاعات کسب کنه. آقای رضایی تشکر. آره متاسفانه خیلی دوستا هست که معلوماتی دقیق را در صفحات اجتماعی شریک نمی سازن، معلومات از لابلای اضافه میکنن یا کم میکنن. آقای رضایی میخوام که تشویق دوستا را از معلومات از منبع درست و دقیق استفاده کنن. آقای سفری اشاره میکنن که فکر کنم سوال دارن. آقای سفری سوالتون میتونن بپرسن. تشکر از آقای رضایی که معلوماتی نسبتاً خوب را ارائه کردن و از فرمانده های شنید معلوم می شد که تأثیرات و تحولات اخیری که در افغانستان متاسفانه رخ داده روی دوسیه های اکثر کسانی که اینجا به خاطر ویزا سرنوشتشان معلوم و معلق هست کدام تأثیر نداره، و به نظر شما آقای رضایی مردم ما لازم دارند که یا حتی راه های موجود هست که مردم ما بتونن دادخواهی کنن تا نظر به شرایط و تحولاتی اخیری که یک تاریخ سیاهی رو ممکنه دوباره در افغانستان رقم بزنه، با توجه به این تحولات بتونن که لابیگری کنن و راه های باشه که دولت فدرال استرالیا رو مجبور کنه یا حداقل متقاعد بسازه که با پرونده های از این آدمایی که پیشتر نام بردم بتونه خوبتر و زودتر رسیدگی کنن.
آقای سفری درست گفتیم و بازم ما میشه که اسکات مریسن گفتم ما تکرار مونم متاسفانه در سیاست استرالیا در قبال مهاجرین هیچ تغییر نیامده. امو استیتمنتی که هم فیض و وزیر ایمیگریشن استرالیا هم امروز پخش کرد داخل از استیتمنت انگلیسی اگه بخونیم دقیقا به کسایی که با کشتی وارد استرالیا شده اشاره شده که نشان میده این دولت چقدر ضد مهاجره. دقیقا اشاره کرده که کسایی که مستحق ویزه temporary protection ویزه یا شیف هسته این ویزه شامل از اونا نموشه، همین تغییرات جدید شامل از اونا نموشه، همین 30,000 ویزه و اونا هیچ تغییر در شرایط از اونا نمه. همون ویزه که هسته در موضوع ویزه مونه ایج امکان نداره که اونا protection, permanent protection ویزه بگیرن. و تنها چیزی که دولت استرالیا گفته بوده ما کسی را فعلا ما کسی را مجبور نمی کنیم که پس برگرده افغانستان به اشاره. این معنی چیه که فعلا اگر بعضی هست در ویزایش رد شده از کورت رد شده یا شاید منتظر دیپورت باشه اونا را فعلا شاید استرالیا دیپورت نکنه، ولی او فقط فعلا استرالیا منتظر ازی که اوضاع افغانستان چک نشه چی میشه. اگر شرایط افغانستان بهتر شد امکان داره استرالیا هم سیاست قبلی خود دوباره پیش بره، اگر بخواه کسی دیپورت کنه میتونه دیپورت کنه و شاید هم دیپورت کنه. تنها رایی که ما میتونیم دادخواهی کنیم یا سر دولت فشار بیاریم فقط همی پتیشن ساین کدو و حرف زدن زنگ زدن به با نماینده پارلمان ایالتی یا خصوصا کسای نماینده فدرالی پارلمان فدرالی در منطقه شما یا دوستایی که برنامه را بسخواندید، اگر بتانیم نماینده فدرالی همزو منطقه شما را استیت یا جایی که هستین اگر بتانیم با اونا تماس بگیریم چی لیبر باشه چی لیبرال باشه چی نشنال باشه بتانیم اگر سر فقط همو اطلاع بدین بگین که مو از دولت خواهش داره که در قبال سیاست و در قبال مهاجرین تغییر بده. فقط از رای پتیشن و همین رایش همین یک چیزی که من شاید من نمیخواییم هیچ کسی انتقاد کنم، من پرفکت نیم، من خودم من باید از گذشته خواهی باید درس بگیری، روز در روز در ایچ در کارم باید بهتر شنی. متاسفانه ما تا جایی که میبینم موضوع خیلی ناهماهنگ عمل مانیده هر کار. ما شاید 5 رقم پتیشن ما وش کدم در روز تا 5 روز گذشته 5 رقم پتیشن تا فیسبوک شیر شده و مردم فرستاده این طرف دارم. کاش که تمام یک 5 پتیشن هم بود یک پتیشن ما بود اما یک چیز کپی میشد 50,000 دفعه بعدن نماینده یا به آفیس پرایم مینیستر روان میشد. مو متاسفانه این چیزا رو ای بازم انتقاد نیه، این نظر خود از ما ایده. نظر از ما بهتر همی بود که از روز اول یک پتیشن خوب سعی از طرف مو باید فکر صوت کنیم و مردم هزاری افغانستان کسای مو در صف اول خطر مو قرار داره. جمعیت از ما در استرالیا کم هم نیه، انجمن هم که اگر بخوای سرچ کنی شاید صد انجمن شاید ریجستر باشه. ایج وقت من ندیدم کمی 100 انجمن 50 انجمن یک جایش نه یک تومار زیر شید نام کنی اشتگ نه هر انجمن بگینی از طرف نزی کمیونیتی یا یک پتیشن خاص از طرف کل مردم از ما ساین چی نفرستادش نه. خیلی ناهمانگی خیلی زیاده. بازم چیزی تا جایی که مردم تونسته انجام داده، تا جایی که مردم تونسته پتیشن ساین کرده ای طرف و طرف برای نماینده پارلمان فرستاده و خدا کنه کار بدین. پتیشن ها دیگر را دستی بزستپای از ما تا حدودی بسته عزیز یاد توان از ما نیه. تا جایی که ما میتونیم فقط علمی تا جایی که امکان چی هسته میتونیم پتیشن ساین کنیم با بشنیم با نمایندگان پارلمان صحبت کنیم. یک چیز دیگه ما میخواستم خوب سوال گذارم، ما میخواستم بگیم که نمزی وارد دیروز پروز فکرم گذارم من هیچ وقت ندیدم که شاید الان کرونا اجازه ندید ولی قبل از این من هیچ وقت ندیدم که یک گروپ 5 نفر یا 10 نفر
در پارلمان فدرال استرالیا با یک نماینده دیدار کنه و بوگه بگه ما از طرف از این مردمی مشکلات از ما یعنی ما از این دلیل امنی قصد تو بینگرنی تو خواهشان صدای از ما را به پرایم منیستر یا با آفیس پرایم منیستر برسن یا به پارلمان برسن. بعضی نمایندگان پارلمان همیال هم کار میکنن، مثل آقای جولیان هیل که در ملبورن خیلی خیلی کوشش میکنه، خیلی کار میکنه، دست در نکنه. ادلایت هم ما دیدم یک نفر دو نفر است. نماینده گرین همیشه از طرف مهاجرین مخصوصا برای مهاجرین زیاد دادخواهی میکنه، وعده آخر سوشال میدیا تا جایی که تنسته در این بار صحبت کده پست شیر کده. ولی ما خودون ما کمکاری ما نیم نمایندگان از انجمن های از ما خیلی تیت برگ متاسفانه همدست نی از همصدا نی و جای تاسف، ولی برای آینده میشه برای از ما درس شونه برای در یک شور نوپو هستیم این چیزا کار میدیا تا اگر مردم اگر ما بتانیم خیلی هماهنگتر عمل کنیم خیلی بهتر. خیلی ممنون آقا برکت رضایی. اما فکر کنم شما موضوعات خیلی خوب رو یاد آوری کردین. اما میتونم یک خیلی خلاصه این گفت بگیم که دولت استرالیا فکر کنم برای تمام افغانی ها ویزای انسان بشر دوستانه در حدودی 1500 اختصاص داده و اون شرایط چیزی که شما توضیح دادین این است که اونا باید کسایی که درخواست میده باید بیرون از افغانستان باشه به عنوان مهاجر زندگی کنه. سوالی که من دارم یک تعداد کسا حتی برای ما تماس گرفته و برای به مثلا نهاد ما تماس گرفته گفته مثلا فامیلای از ما در افغانستان هسته، ما قبلا مثلا درخواست دادیم بعد از حتی سال 2013 2016 این چیزا درخواست برای فامیلیشان داده و اینا کسایی هستن که طریق کشتی آمدن اینجا. آیا این شرایطی که پیش آمده روی درخواستی ویزای نات برای فامیلی خون داده تأثیر میگذاره؟ آیا این روان سرعت پیدا نه یا نه؟ امکان داره. فکرم دمزو بیانی هم یک همچین چیزایی دمزو مورد هم دولت صحبت کده و نوشته کده. کسایی که already application ویزیشی در پروسیس هسته دولت و افغانستان هسته دولت کوشش مونه که اونا را زودتر پروسیس کنه. یه چیزی که من خودی بخواندم شاید دوی استیتمنت باشه، شاید هم خودی اسکات مورسن یه بار صحبت کرده باشه، امکان داره که ویزه از اونا سریعتر پروسیشونه. اگر بازم باید مراحل تایید کنه ایتا نمیشه که هنوز مدارکش پورا نیه دولت بگه نه چون تو در افغانستان بیا برو، باید پروسیس تایید کنه، باید مدیکل چک کنه، باید بایومتریک کنه، تمام چیز که باید انجام بده. ولی همون دیلی که قبلا بود شاید از اون دیلی شاید کم کاسته شده. یک گفت دیگه آقای کریمی بازم اولم دمزی باره صحبت کردیم استرالیا درسته چون شما 1500 گفتین ما نمیخواییم بیننده برای سوی تفاهم شده. استرالیا درسته 3000 ویزه اختصاص داده. از این 3000 ویزا مگر این 3000 ویزا 13000 ویزا است. بله. از این پیش هم از 13000 ویزا 1.5000 ویزاش مخصوص افغانیا بوده. افغانیا گرفته ده چند سال گذشته تا 9 سال گذشته میانگین سالانه 1000 ویزا امزی ویزا افغانیا گرفته. بله. که آلو 1000 شده 2000. بله. 3000 بخشش باشه. بله. زیاد تغییر نمیده. بله. خواهش می‌کنم. آقا برکت ببخشین، اگر کسایی که مثلا شما گفتین قبلا درخواستی ویزا برای فامیلیشان داده و این شرایطی که پیش آمده تأثیر نه چون دولت تعهد کرده که ما کسای اینا بررسی نیم، به نظر شما کسایی که اینجا هسته چی مدارک را آمادک نه و تحویل اداره مهاجرت بیده تا کمک نه این روان بیشتر سرعت پیدا کنه؟ کدام نظری در این نورید داره؟ ما بازم چون ما کسی ایمیگریشن اپلیکیشن ایمیگریشن فایل پارتنر ویزا یا چالد یا هرچی ویزا ما خودم پر نگرمده فقط اطلاع دارم. باید مدارکش پورا باشه، پاسپورت باید پورا باشه، تذکره باید باشه، تا جایی که ما خبر دارم مدارک اولیه پاسپورت نکانامه تذکره برای کسایی که متقاضی اپلیکنت
اینا مدارک های اول شد، بعد از او باید دولت استرالیا خدره که 28 روز معمولا نتا وقت میده یا 30 روز مدبر بای میشه چکاپ خوب باید اونا را انجام بده، بعد از او محل چکاپ خوب میتونه همزمان انجام بده. چی کار خاصی از این جندام انجام دادن نمیتونه، فقط منتظر باشه که دولت ایمیگریشن یا کیس آفیسری که اپلیکیشن از نور بررسی مون از دبی یا از هر جای دیگه برای از نه ایمیل نه چی موقع چی نمیخوای، تا جایی که میتونه هر چی زودتر هم مداری که اطلاعاتی که اونا خواسته فراهم کنه و بفرسته، دیگه بغیر از او دیگه ایت کار نمیتونه، فقط منتظر باشه. کسایی که فامیل چه افغانستان است فعلا در این شرایط و منتظر ویزا است یا هر رقم ویزا، شاید بد نباشه که یک ایمیل دهی کنه برای ایمیگریشن برای امزی کیس آفیسر خود، تو او ایمیل از او ایمیل تقاضا کنه و شرایط فامیلی خونجا توضیح بده که فامیل شاید فامیل توضیح بده بگه ما فامیلیم در افغانستان بند مونده، شما اگه میتونیم پلیز پروسس زیرا زودتر در امیر زودتر در جریان بندازین و اگه موشه امکان چاستا بین زودتر ویزا بدین، فقط همین دیگه کاری انجام دادن نمیتونیم. بعض وقتا امکان داره ایمیگریشن قضاوت بعضی ماشینم زیدم مونه، تو زیاد ایمیل لگنی زیاد زنگ بزنی زلات جایی که بهتر شنه لابتر میشه، ولی چون یک شرایط خاص هست میتونه یکم چنی ایمیل یا نامه رایگنه که خواهشان تا جایی که امکان داره ایمیگریشن هر چیز زودتر میتونه ویزه ازنا رو پروسس کنه برای ازنا بهتره. چرا؟ چون واقعا نگران خانواده خیلی و نگران چه و متاسفانه شاید افغانستان ساعت به ساعت تغییر مونه روی دولت جدید اماراتی که سر کار مونه، امارات اسلامی افغانستان چی اینام چی روی ازنا میجه اعتبار نیه و اینام پیش میدیا یک چیز مگه پشت سر میدیا خیلی با مردم در ویدیوهایش هم نده فیسبوک خیلی با خشونت رفتار کرده و رفتار مونه و اینا دست خوب است در سر از من اعتبار نیه و یک چیزی نیه که من داخل سیاست هم نیم زر شوق هم ندارم، ولی یه چیزی که خیلی واضحه هم برای ما و شما و هم برای این دولت هایی که فکر مونم اگه ما کار که همین گپ شمیه هم اگه ما افغانستان رفته تا جایی که انجام داده برش دیالم داده دیگه به ما مربوط نیه. خیلی ممنون آقا بحک. سوال آخر فکر نم از امور وقتم کم داریم بیشتا حتی اینجا راجع شدن، چون من خود من ملبون زندگی نم و آمدن دنبال کمیونیتی ارگنایزیشن ها یا کمیونیتی لیدر ها که از جا خواسته یک نامه بین میسن و در این نامه توضیح بیدن که مثلا من این آدم رو میسناشنم یا شرایط این آدم در افغانستان شرایط فامیلیش سخت است، آیا این نامه ها فکر میکنم تأثیری دارد روی این که مثلا کیسای فامیلی اینها زودتر پروسیشنه یا تأثیر داره یا نه؟ تا جایی که من اطلاع دارم امکان داره تاثیر داشته باشه، ما فقط نمزی حد مگیم امکان داره تاثیر داشته باشه. اگر کم از طرف کمیونیتی اگر نامه باشه خوب باشه که کمیونیتی از کمیونیتی های از ما میتونه هر ایالت جدا در کمیونیتی مثلا در ویکتوریا کلگیش یک جای یک نامه اگر بزنه بگم مردم از ما کسایی که ویزیش در پروسس خواهشان شما زودتر پروسس کن چرا بخواد این زنزی دلید و ما اینی ارگنایزیشن ها و اینی کمیونیتی ها امی درخواست تا شما دستی جمعی داری او شاید تاثیرش خیلی بیشتر باشه که نام مستقیم بارد ایمیگریشن، ولی بازم کسایی که جداگانه میخواه سپورت لیتر از این کمیونیتی لیدر یا از یک کمیونیتی یا از یک چریتیبل ارگنایزیشن بگیره امکان داره تاثیر داشته باشه، حالا تا چه حد ما گفته ایج نمیتونم. آقای سفری یک سوالی کوتاه آخر داشته باشین که بپرسین که فکر کنم وقت برنامه ما شما خیلی کم است، سوال آخرتون رو اگر بپرسین و کوتاه جواب بگیریم بعد انشاءالله که کم کم وقت برنامه طبق برنامه رو ختم کنیم. تشکر. در صحبت های آقای رضایی در اوایل آمد که متاسفانه اطلاع رسانی دقیق صورت نمیگره مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی، ما به عنوان یک حقوقدان میدانم که حقوق یکی از مشکل ترین و مغلق ترین بخش های کارهای حرفه‌ای هست، به خاطر که اصطلاحات مخصوص خود داره و مسائل حقوقی همیشه چندین لایه‌ای هست، و اون پیام شما برای اون کسایی که
بدون درک دقیق و عمیق از مسائل حقوقی با توجه به این شرایط خاص و با توجه به این مسئله که چندین هزار نفر در ناامیدی مغلق در سر مبره به خاطر ویزا و مسائل مهاجرتی، با توجه به این وضعیت پیام شما برای کسایی که دقیق نیستن یا دقت نمونن و مسائل حقوقی را مطرح مونن بدون از اینکه درست باشه، پیام شما به این رقم آدم ها چی است؟ آقای رضایی به عنوان یک وکیل شما به اونا چی پیام دارن؟ آقای سفری، ما برای او کسایی که فقط فیسبوک فقط شیر کردن چی بلد ما برای از اونا پیام ندارم. پیام از ما برای کسی، برای مخاطب، برای کسی که دنبال از یه اخبار است. من فقط بازم امی گفرم چند دقیقه پیش زدم، فقط از مرجع معتبر اطلاعات خوب بگیریم. مرجع معتبر مثلا ویب صفحه فیسبوکی آقای بسم الله رضایی که یک وکیل بسیار با تجربه در ایمیگریشن است، صفحه زور دنبال کن بینا لیگل رضایی، فکرم احمد دوستی زاده وکیل بخش ایمیگریشن کورمنا، صفحه زور رو دنبال کن. کیت جکسون خیلی اطلاعات خوبی رای میده، لایک مورا فارسی اطلاعات هم رای میده، صفحه زور دنبال کن. پیام از ما برای فقط برای کسایی که دنبال از اطلاعات خواهشان، هر چیزی را لایک یا باور نکن، مستقیم فقط از مرجع معتبر اطلاعات رو بگیرن. و در آخر اگر به دنبال از کسایی که نام گرفتن دنبال اینا رو فالو نکنین، مستقیم میتونین وبسایت ایمیگریشن برین، اگه انگلیسیشم خوبه مستقیم اطلاعات از وبسایت ایمیگریشن بگیرین. دوباره هر ویزه، هر شرایط، چه کاست، چه پروسس، تمام چیشی خود وبسایت ایمیگریشن استرالیا خیلی واضح توضیح داده، اصلا گنگم نیه و اصلا کلمات سخت و حقوقی هم به کار نبرده، فقط ساده سیمپل انگلیش که برای خیلی قابل درک است، فقط مستقیم از اون چه اطلاعات رو بگیرن. تشکر آقای رضایی که دعوت ما رو پذیرفتین، در برنامه ما شرکت کردین و تشکر از دوستای دیگه که امشب آمدن. دوستا بازم تکرار میکنم، یک مشوره حقوقی نیست، یک معلومات بود. اگر شما نیاز به مشوره دارین یا خانواده تون در افغانستان یا در هر جای دیگه در جاهایی که ناامنن گیر ماندن و میخواین اسپانسر کنین یا درخواست بدین، نیاز به مشوره تخصصی حقوقی و بخش وکلای مهاجرت دارین که میتوانین هر کس هم باز شرایط و پرونده شون فرق میکنه صحبت کنین و مشوره حقوقی لازم رو بگیرین. و آره، همچنان که آقای رضایی اشاره کردن، معلومات را از منابع دقیق و درست بگیرین. خیلی ها هستن که متاسفانه آقای رضایی اشاره کردن که باشون حرف ندارن، بلکه با کسایی که معلومات را میگیرن مواظب باشن، منابعتون دقیق باشه و مواظب ایمنی و سلامتی خود و خانواده خود باشن. تشکر از همه شما دوستان، روزتون خوش و امیدوارم که برنامه برای دوستان مفید باشه. بخشین بو بخشین، من خیلی چون ما در ویکتوریا زندگیم، در از محل کار از ما، سر کار از ما ایمیل هم در، خصوصا برای کسایی که میخواین لیگل ادوایس مثلا بگیرن، اونا اینجا یادآوری ده که ریفیوجی لیگل ویکتوریا، شماره تلفن چند ما تکرار نم 03-94-1-3-0-1-0-0، گفته ساعتی بین ساعتی 10 تا 2 بجه در روزای چهارشنبه و همچنان جمعه زنگ دهید، اونا برای اینا معلومات حقوقی رایگان میده. و همچنان یک مرکز دیگه هست به نام اسایلم ریسورس سنتر هست، اونا ما چی میده؟ معلومات حقوقی میده. شما تلفن چه هست؟ 04-78-7-8-7-2-0-6-0-5، گفته روزای دوشنبه تا و همچنان روزای پنجشنبه زنگ دهین. اینا اینج کسایی هست که در بخش حقوقی میتونه اینا رو چی کمک کنه و مشوره بده. دوستای شماره ها رو بعدا در بخش صفحه پالیسی با اسامی شرکت ها مینویسیم، شما میتونید از بخش کامنت یا در بخش صفحه پالیسی شماره هایی که آقای زیرک، آقای کریمی خواندن اونجا بنویسیم، از اونجا معلومات میتونید معلومات و مشوره بگیرید. و همچنان شاید اگر رضایت بخش شرکت های حقوقی دیگر رو داشتیم، شماره و وبسایت از اونها رو هم اونجا با شما شریک کنیم تا بتونین منابع و
معلومات دقیق تر و مفید تر برای خود و برای خانواده خود استفاده کنیم. دیگه اگر سوال نیست دیگه با همه شما خداحافظی کنیم. آقای رضایی جان تشکر. و در آخر من یک چیز اگر اجازه باشه یک 30 ثانیه. همونطور که من در اول گفتم ما در بخش کامپنسیشن کار می‌کنم. آفیس از ما در 329 تومس استریت دندنونگ است. ما خودم در بخش ورک اور اسپشیالایز می‌کنم. ولی در آفیس از ما کسایی که در پابلیک پلیس یا رود اکسیدنت رود پرش یا حادثه پیش آمده باشه و صدمه جانی دیده باشه ما میتونیم کمک کنیم. ادوایس ما نو اند فی است. اصلا کسی که اگر در آخر بینفیت نگیره ما چارج نمونیم. در یه آخر من در فیسبوک ویدیو هم شیر شد، من درباره یک کلاس اکشن، یک اقدام حقوقی گروهی ما تحقیق مونید. کسایی که در کار سنگ یا چایل است و در سیلیکوسیس ممکنه مبتلا شده باشه ما میتونیم کمک کنیم و میتونه مشاوره حقوقی رایگان از ما بگیره، با ما تماس بگیره. تشکر. تشکر که ما وقت دادیم. تشکر آقای استفایی. تشکر از آقای کریمی و تشکر از آقای خلیلی که ما رو دعوت کردین و به ما وقت دادین. خیلی خوش آمدین. دوستای شما این معلوماتی که آقای رضایی شریک کردن بازم اگر اجازه دادن ما باش صحبت میکنیم، در صفحه پالیسی نشر میکنیم و مخصوصا در مورد کلاس اکشنشون که برای خیلی شاید خیلی از همشهری های ما شما نیاز به داشته باشن. و وقت برنامه هم داره تمام میشن و اگر نه دوست داشتیم بیشتر صحبت کنیم، انشالله در برنامه های بعدی با هم صحبت خواهیم کرد. تشکر دوستان و مخصوصا تشکر ویژه داریم از آقای رضایی که تشریف آوردن و نظراتشان را با ما و دوستان بیننده شریک ساختن. لطفا تشکر. خیلی ممنون از همگی. خیلی ممنون آقای رضایی عزیز که دعوت ما را پذیرفتن. تشکر آقای کریمی. موفق باشین. خداحافظ. خداحافظ. شب همگی خوش. خداحافظ.